روز هشت شهریور بر برابر با سی اوت 2022 روز جهانی ناپدید شدگان اجباری است. روزی که برای مردم ایران یادآور ده ها هزار شهید سرفراز راه آزادی است که خانواده های آنها حتی از محل دفن یا سرنوشت دقیق آنها بی اطلاع سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود راجب ایران نوشت در فاصله مرداد و شهریور 1367 مقامات جمهوری اسلامی ایران هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی را قهرن ناپدید کرده و طی روالی فراغذایی اعدام کردند و اجساد آنها را به صورت مخفیانه دفن کردند. تا امروز مقامات همچنان حقایق مرتبط با سرنوشت ادام شدگان و مکان دفنشان را پنهان می کنند. گورهای جمعی بینام و نشانی را که تصور می رود حاوی بقایای کشته شدگان باشد مورد تخریب قرار می دهند و بازماندگان، بستگان ادام شدگان و تمامی افرادی را که خواهان عدالت و حقیقت هستند مورد تهدید، آزار و پیگرد قرار می دهند. حتی یک مقام رسمی پیشین یا کنونی در ارتباط با این جنایات ادامه دار علیه بشریت در ایران پاسخگو نشده است. در عوض مقاماتی که علیهشان مدارک و شواهدی مبنی بر مشارکت مستقیمشان در این جنایات وجود دارد، بالاترین مناسب کشوری از جمله وزیر دادگستری، ریاست قوه قضاییه و ریاست جمهوری را بر عهده گرفتند. این سند نیز توسط اف بین منتشر شده سندی که نشان میدهد رژیم آخوندی چگونه به تخریب گورهای دست جمعی شهیدان سرفراز تابستان 67 پرداخته گورهای دست جمعی تخریب شده بر روی آنها بناها یا جاده های احداث شده و در برخی موارد با نصب پلاکاردی از مالکان زمین گورستان خواسته شده به دادگستری رژیم مراجعه کنند مردم ایران چنین جنایت هایی را نه میبخشند و نه فراموش می قطعا عاملان و آمران این جنایت ها باید در برابر دادگاه های مردم ایران قرار بگیرند و این در تاریخ ایران و جهان به ثبت خواهد رسید.